سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ. زه عصمت یلی عباسینیم. په هیواد کې د نننه امنی لا هم په شدت سره روانه ده او په ورته حالات کې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ د اصلي قرباني هیواد په توګه د ورلد انډکس یا نړیوال شاخص لخوا وپیژندل شو. افغانستان چې هر کال پکې لسګونه زره کسان د ناامنیو له امله ژوند له لاسه ورکوي او د طالبانو ملي اردو سربیره او نور امنیتي لیکو کې پر موجودو سرتیرو سربیره ګڼ شمېر ملکیان هم د دغې ناوړه جګړې قرباني کیږي. د نړیوالو لیدلوری او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پوځي ماموریت هم هغه ډول چې تمه کېده د ډیرو تحلیلونو پر بنسټ له ناکامۍ سره مواجه او اوس د مذاکراتو لاړ د همدغه ډول یوې مسلې حکایت له ځانه سره لري. په کور دننه بیا د مونوپولی او د واک د انحصار فکرونه په بیلابیلو کړیو سیاسي اقشارو کې ګرځي او همدا لامل بلل کیږي چې د ناامنیو ګلم ورځ تر بلې پراخیږي. بل لور ته د دوحې د مذاکراتو په لړ کې هغه بمبست چې تقریبا یو میاشت دوام درلوده او د تیرې اونۍ په اوږدو کې له هغه وروسته چې د امریکا د بهرنۍ شورو وزیر مایک پمپیو دغه هیواد ته سفر وکړ، هلته یې له دواړو د جمهوریت او امارات د مذاکراتي ټیمونو سره وکتل، دغه بمبست مات او بالاخره د ځینو پرمختګونو په هکله رپورټونه ورکړل شو. اوس چې د جمهوریت یو شمېر استازي له دوحې کابل ته راغلي دي، تازه مسایلو نه پرده پورته کوي. وایي چې هغه وړاندیزونه چې د دوی او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو او تماس ډلو ترمنځ تبادله شوي دي، اوس یې ارګ نه مني. مصالحې عالي شورا چې په دې برخه کې لیدلوری تر اوسه هم مشخص نه دی، پر دې ټینګار کوي چې باید مذاکرات یوې پایلې ته ورسیږي، خو ارګ ښایي یو بل اجنډا ولري. پامو پرې رپورټ دوحې څخه د افغانستان د مرکزي پلاوي د رئیس او ځینو غړو له تګ راتګ وروسته د دې پلاوي یو غړی چې کابل کې دی وایي د مذاکراتو د کړندارې په تړاو پرمختګ شوی او په خبره د ارګ مخالفت نشي کولی مذاکراتو کې د پرمختګونو په وړاندې خنډ شي. ما فعلا ګامای خوبی را برداشتیم و بنبستی وجود نداره، صحبت ها جریان داره. ما عمیق گفته میتونم که بسیار به زودی انشاءالله که ما وارد آجندا یعنی بحث‌های اصلی میشه. خلا هم دوار لوری د مذاکرات په کړنداره کې د پرمختګونو د جزئیاتو په تړاو څه نه وایي، خو مخکې ویل شوي وو چې دواړو خواوو د طالبانو او امریکا په هوکړې د ملګرو ملتونو په دریځ او د خلکو د ارادې په هکړه چې د مذاکراتو بنسټ به وي هوکړه کړې ده. توافقات هم سر یک متن شد، ولی او مشروط بود به اینکه این توافقات را در مراکز هم طالبا و هم این طرف افغانستان اینا را تایید بکنه و اعلام بشه که اعلام بشه که متاسفانه هنوز هم این اعلام نشد. ځینې سیاسیون او ډلې ټپلې د سولې په خبرو کې نه پرمختګ د افغانستان خلکو تر ډېر دروند او خونړی بولي. ځینې نور بیا د دې بهیر په پیل نیوکه کوي. تر یوې کچې پرمختګ شوی او د بشپړ حل لپاره یې کار جریان لري چې زموږ او د مقابل لوري د پلاو ترمنځ د جمعي هوکړې تر وروسته کېدو وروسته به اعلان شي. په دې کې پداسې حال کې کیږي چې کابل ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي د رئیس او ځینو غړو له تګ راتګ او له ولسمشر غړي سره تر لیدنې وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي ټاکل شوې نه ده چې د طالبانو هرې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړل شي. درې میلمانه راسره په لیکه دي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر، پخوانی وکیل او د افغانستان د روانو چارو تحلیلګره شکریا بارکزی دا شیبه له لندن ښاره راسره پر لیکه ده. له پلازمېنې کابل بیا د پوهنتون استاد او په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د یوه کاندید مرستیال لطیف نظري او دغه راز له فرانسې هم د درېیمې ملي کرښې رئیس بریالی نصرتي درې ورته ډېر ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه کوم آغلی بارکزی دا چې د ښځو حقونو ته هم درناوی وشي او تاسې هم ډېره موده راسره په لیکه یاستئ. لومړۍ پوښتنه به تاسو سره پیل کړم، هغه ډول چې له دوحې اوس د پرمختګ رپورټونه ورکول کیږي او راغلي استازي د جمهوریت چې اوس کابل کې دي نن یې خبرې کولې او په خبرو کې وویل چې دوی هغه موارد چې طالبانو سره پرې توافق ته رسېدلي د ولسمشر غني مخې ته ایښي دي. رپورټونه دا وایي چې اوس ولسمشر غني دا نه مني، دا د کوم راتلونکي چاپټر حکایت کوي د بین الافغاني مذاکراتو د میز پر سر. مننه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته محترم قدرمن میلمنو او درنو اوریدونکو ته او هیله مند یم چې دا یخ ژمی په خیر و عافیت سره تیر شي او د سولې په وړاندې کنګل څه کوم دی دا هم ویلی شي.
زه فکر کوم د سولې په اړه باندې مخکې هم دغه پروسه یو سخت بنبست سره مواجه وه چې اوس هم په هماغه وضعیت باندې قرار لري. سیده کله ناکله ښې خبرې د دوحې نه اورېدل کېږي، ویل کېږي چې دوی یو موافقې ته د طرز العمل پر سر باندې رسېدلې، یعنې بل شی نه، طرز العمل پر سر باندې چې هغه هر آن او هر لحظه هره شیبه کېدی سي بېرته شاتګ نهکړم. مګر اصلي خبرې چې دواړه خوا یو له بله سره کېني وغږېږي د افغانستان په وضعیت باندې د سولې د پروسې پیل لپاره له اوسه هم څه پرمختګونه نشته. دوی به یو د بل په مابین لکه افغانانو په رقم باندې یو تعارف ولري، مګر هیڅ رسمي جلسه د دوی د خوا نیول شوې نه ده. یو دویم کافیده چې پروسې ته ډېر لیوالتیا یې نه ښودله، مګر دلته خبره د هغه د تحلیف رتبه چې ارګ دې ته شو چې دغه موافقتنامه عمومني سره زندانیان هم خوشي کړي او خپل استازی هم اعلان کړي، چې البته د ارګ معنی پلویانو ته دا د مشروعیت په قیمت باندې نه د جمهوریت په قیمت. او د دې تر څنګ زه فکر کوم اوس دوی فکر کوي چې راتلونکی نوی امریکا انتخاباتو سره نوی صفحه به پرانیسته سي، او په دې صفحه کې به ډاکټر زلمی خلیفه چې د سولې پروسې د سفر منځګړیتوب او استازیتوب امریکا پخوانه په اوږو باندې وه، هغه به نه وي او دا پروسه به په بل شانتې مخ ته لاړ شي. نو زه په دې هم یم چې ارګ دې ته معطله دی او غواړي چې لا نور هم وخت رانیسي چې وګوري چې جو بایدن د سولې په هکله باندې څه وایي، آیا هماغه طرز العمل ملاک د سولې د پروسې کېدای شي، او یا هم په هغه څه تغییرات خامخا به راځي. دا فکر کوم چې ارګ غواړي چې لږ نور هم وخت رانیسي، ځکه اوس که ټرمپ اداره هم ورته وایي دوی ډېر د هغوی خبره ته اوکې نه کوي او سر ورسره نه خوځوي. تر کومه حده پورې دا یو ښه سیاست کېدلی شي؟ هغه ډول چې تاسو یې ارزوئ د اول نه منلی غلط مبنا. او تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان د سولې پروسه د اوسنی پلاوی چې تللی هلته دوحې ته هغه مبنا مشروعیت منشا یې د امریکا او د طالبانو موافقتنامې پر بنسټ باندې دی. دیده چې طالبان د امریکا سره یو موافقتنامه کړي، مګر زه فکر کوم چې اول نفس دغه موافقتنامې امریکا ته غلط و، په دویم قدم کې افغانستان ته هغه پر بنسټ باندې خپل هیئت جوړول او استول او لیږل هم مناسب کار نه و په سیاسي لحاظ باندې. د دې تر څنګ ما مخکې تا ته وویل چې دا یو ډیل و د امریکا او د ارګ په مابینځ کې چې زه به راځم تاسو ته د انتخاباتو وروسته د مشروعیت عدسه خبره به چکش په میز باندې وهم تایید درکوم، او تاسو به دا کارونه وکړئ چې زندانیان به خوشي کوئ د سولې لپاره مذاکرات. او هیر هم نه شي چې زه فکر کوم چې هغه توافقنامه چې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني په مابینځ باندې امضا شوله، چې په هغه کې هم امریکا خپل نقش او رول یې درلوده، هغه متاسفانه بیخي ایستل شوی دی مذاکراتو د اجنډا نه، ځکه چې په هغه قرار په دې و چې یو شورا به جوړیږي، دا شورا به د سولې په میکانیزم باندې غږیږي، او ډاکټر عبدالله د شورا مشر دی خو شورا فزیکي وجود نه لري. په دې شورا باندې ډېرې پوښتنې لرو، اغلی بارکزی حتما راځو په دې اکلم ساسي نظریات اخلو. جناب نظری میخوایم یک زاویه خیلی جدی بحث را با شما در میان بگذاریم. آنچنانیه که مردم افغانستان منتظر صلح بودن، حالا دیده میشه گام با گام مشکلات جدید و غیر قابل پیش بینی هم به وجود میاد. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان اگر صلاحیت نهایی سازی موارد را با نمایندگان و تیم طرف مقابل طالبان ندارند، پس آیا فکر میکنین این چنین یک مذاکرات تحت عنوان مذاکرات میان افغان ها به یک نتیجه مثمر در نهایت روز خواهد رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمانای گرامی شما و بینندگان محترم آریانا نیوز. من فکر میکنم همونطور که شما اشاره کردین چالش ها و موانع عدیده و مختلفی قرارای صلح افغانستان وجود دارد. عمده ترین مانعی است که در واقع حکومت افغانستان از اول تسلط کامل و همه جانبه را بر فرایند صلح افغانستان نداشت و آنچه که تا حال را پیش رفته
من فکر میکنم که بر مبنای توافق بوده که بین طالبا و ایالات متحده امریکا شکل گرفته. در اون توافق پیش بینی شده بود که باید مذاکرات بین الافغانی شروع شود، زندانیان طالبا آزاد شود و همینطور روندهای دیگه ای که هنوز باقی مانده و سر از او در واقع پیشرفت صورت نگرفته. بنابراین من فکر میکنم آنگونه که ادعا میشه این صلح باید در اختیار و مالکیت افغانا باشه، هنوز حکومت افغانستان در این فرایند کاملا مسلط نیست و من فکر میکنم که در این کانتکست حکومت افغانستان یک متغیر حاشیه‌ای هست، هنوز هم نه اینکه در متن تحولات قرار داشته باشد. بنابراین این خودش میتونه یک مانع باشد. دومی که در بحث منطقه‌ای هنوز کشورهای زیادی وجود داره که اینا در واقع از این فرایند استقبال نمی کنه. بنابراین احساس میکنه که هنوز این پروسه یا این به تعبیر از اونا پروژه در اختیار ایالات متحده امریکا قرار داره و به تبع از اون پاکستان. بنابراین اینا در واقع یک نوع ناامنی را در آینده مناسبات قدرت در افغانستان برای خود پیش بینی میکنه. به این دلیل است که هم در اون مذاکره ای که شکل گرفت و هم در مراسمی که در دوحه برگزار شد، این کشورها که به گونه‌ای در افغانستان هم تاثیرگذار هستند. خیلی خوب جناب نظری، مسائل مهمی است و مرتبط است که اشاره دارین، ولی به اصل موضوعی که فعلا جریان داره میخوایم نظر مشخص شما در رابطه داشته باشیم. آن هم طوری که سوال مطرح شد، حالا از دیدگاه شما اگر تیم مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت تصمیم گیری نهایی در میز مذاکره با تیم طرف مقابل یعنی طالبان نداشته باشند، در آن صورت آنچنانی که هرگ ریاست جمهوری از قبل واضح ساخته بود اینا هر چی میکنن در دوحه با طالبان بگوین، تبادله بکنن، توافق مگه بکنن، در آخر روز ما هستیم که تصمیم میگیریم. ما امروز و روز رسیده تقریبا تیمی که بعضی از اعضای تیمی که از جمهوریت اینجا رسیدن به کابل تازه گفتن که حالا رئیس جمهور غنی نمیپذیرد بعضی از مسائلی که اینا توافق کردن با طالبان. در این چنین یک حالتی آیا فکر میکنین اگر مذاکرات یک سال دو سال یا بیشتر از آن هم دوام بکنه که نهایتا به کسی میایه که متهم به مناپولی و انحصار قدرت است و متهم به ای است که نیت به خاطر آوردن صلح تا ختم میاد دوره ریاست جمهوریشان نداره، پس چه توقع مردم افغانستان میتونن داشته باشن؟ اولا این نکته را تصریح بکنم که برداشت ما ایست که صلح افغانستان در نهایت به موفقیت میرسه. چی ما بخواهیم چی نخواهیم، چی در واقع ارگ ریاست جمهوری افغانستان علاقمندی به این داشته باشه و چی بخواهیم که امو فرایند در واقع اتمام قدرت را که شما اشاره کردین در دستور کار خود قرار داده باشه، چون اراده جامعه بین المللی ایالات متحده امریکا بر این هست که باید نیروهای خارجی و آمریکایی از افغانستان خارج شود و این وقت میتونه محقق شود که صلح به یک فرجام رسیده باشد. اما در ارتباط با سوال شما من باید بگویم که ببینید دو طرف در حال حاضر تفاوت‌های بسیار جدی را در اهداف خود دارند. کابل تلاش میکنه که در واقع طالبا جذب حاکمیت موجود شود در حالی که چنین چیزی امکان نداره و اینا همونطور که شما اشاره کردین باید او پروسه خود را به فرجام برسانه و 4 سال آینده را همچنان سکاندار قدرت و سیاست در افغانستان باشه. از اون طرف دیگر هدف طالبان است که با برآمدن نیروهای خارجی اینا این توان و ظرفیت داره که اگر کابل تمکین نکنه از طریق نظامی کابل تصرف بکنه. بنابراین قطعا با توجه به چنین چشم‌اندازی ما تفاوت‌های بسیار جدی را در اهداف دو طرف شاهد هستیم، اما فراموش نکنیم که ایالات متحده آمریکا بر دو طرف نفوذ داره و تسلط داره و فشارهای لازم را خواهد آورد همان گونه که تا حال را در واقع حالا زمانی که میگیم نظری صاحب خیلی مشخص به این مورد که اشاره کردین، زمانی میگیم ایالات متحده آمریکا، حالا شما بهتر میدانین در ایالات متحده آمریکا راجع به پروسه صلح افغانستان یک توحید نظر وجود نداره و آقای ترامپ مخالفت های زیادی بود، به رهبری نانسی پلوسی تا امروز این پروسه را نپذیرفتن، آقای خلیلزاد را هم ناکام میدانند برخی ها و همچنان این پروسه را در کل
زیر پرسش بردن در آنجا در ایالات متحده آمریکا. و اگر بایدن میایه چه تغییراتی به وجود میاد؟ چون دیدگاه های جمهوری خواها و دموکرات ها در طول 19 سال در قضیه افغانستان خیلی هم متفاوت تر بود در بعضی از موارد. آیا پروسه صلح یکی از اونا نیست؟ اگر توحید نظر نباشه پس فکر نمیکنین ما 2.5 سال با یک پروسه پیش آمدیم که در نهایت باز هم میرسه به ترکستان؟ فراموش نکنید که اداره آقای ترامپ به طالبا مشروعیت بین المللی اعطا کرده. طالبا دیگه در فهرست سیاه سازمان ملل وزارت خارجه آمریکا قرار نداره. با عنوان یک گروهی تروریستی مطرح نیست. یک طرف قضیه افغانستان مطرح هست. ببینید در ارتباط با این که باید صلح افغانستان به فرجام برسه، تفاوت جدی بین آقای بایدن و ترامپ وجود نداره. بدون شک در جزئیات تفاوت وجود داره. ممکن آقای بایدن بحث های حقوق بشر، بحث های حقوق زنا و دستاورده های آزادی بیان و رسانه و مطبوعات و کلیت نظام برش مهم باشه که برای آقای ترامپ زیاد مهم پنداشته نمیشد. اما در این که این پروسه باید به موفقیت برسه، بخش عمده نیروهای آمریکایی باید از افغانستان خارج شود. آمریکا دیگه حاضر نیست که هزینه افغانستان به تنهایی تحمل بکنه، حتی میخواهد رقبای بین المللی و منطقه‌ای خود را در این روند شریک بسازد که اونا هزینه پسا صلح پرداخت بکنه. بنابراین در این من فکر نمی کنم که استراتژیست های آمریکایی و پنتاگون یک تغییر راهبردی را شکل بده. سپاسگزارم جناب نظری صاحب. به خاطر از اینکه خیلی هم دور نریم از اصل موضوع، برمیگردیم به وضعیت جاری و از آن حکایت میکنیم. جناب نصرتی صاحب با شما، اگر قرار این باشه که جمهوری اسلامی افغانستان و تیمی که ساختن به دوحه برند با طالبان یک مدت زمان طولانی لابی بکنه و گاهی هم بنبست، گاهی هم یک حالتی که ما تجربه کردیم، و اگر تصمیم هم میگیرن زمانی به کابل میرسن، کابل هم رئیس جمهور غریب با امپول قرقشان میزنه و میگن ما نمیپذیریم هر چی که شما با طالبان پذیرفتین. پس در کل آیا سوال اینجاست که دولت افغانستان در یک چارچوب حقوقی، در یک چارچوبی که مکلف باشه به اجرا و تضمین موفقیت پروسه صلح و نقشی که باید داشته باشه، آیا همون اعلامیه مشترکی که با ایالات متحده آمریکا داشتن، آیا این چنین یک چارچوبی است؟ اگر اون نیست، پس نبود این چنین یک چارچوب، فکر میکنین با کابل او حالت را میتونه تحمیل بکنه که به هر حالت باید به یک صلح بیانجامه؟ تشکر جناب آبوتین عزیز. سلام خدمت شما، خدمت بارکزای عزیز، جناب لطیفی صاحب و ملت بلادی دیده افغانستان. علیکم سلام. البته ما به نمایندگی حرکت میگه خستیم از جای دیگه یا از دیدگاه دیگه داریم. عبارت از این که شما قسمی که میدانید صلح نیابتی است، اینا اصلا یک چیز اصل وجود داره ولی میبینیم که هیچ وجود نداره. فقط چند نفر را شاندن و توضیح شده ها منتظر هستن که پیام چی میاره. مطمئنن اگر هر گام پیام میگیره از جاهای دیگه میگیره. بعد از اینکه آقای غنی برای هر توافقنامه قلم میورداره، پایای مردمایی که عقل مدار هستن میلرزه که باز چی خط سیاسی خواهد کرد و کجا ببره با این امضای خود وطن هست. آقای مایک پامپو بسیار تلاش کرد با شمول جناب خلیزاد که سال حبیار و دیکارت استفاده کنه که نشد. ولی در پرجام امروز هم جمهوری خواه تلاش هزیره داره، قسمی که شما چند روز دیده پیش آقای مایک پامپو آمد حضوری در حالی که حکومتشان در حالت ختم است. اینا آمدن و یک کشتار را آوردن و هدایت دادن که تا اونا رفتن پیش آقای غنی نمایندهشان که باید این صلح به انجام برسانند. به خاطر چی؟ به خاطر که میخواین با آوردن از این صلح به مدت کوتاهی که مانده جمهوری خواه میخواین که امیر در کارنامه خود حزب جمهوری خواهشان باره برای 4 سال بعد ازش استفاده کنند. و بگویم مایی بودیم که در آخرین نقطه صلح هم با کشور افغانستان آوردیم و ایجاد حکومت موقت حتمی، چیزی که مخالفت داره آقای غریب. تحت رهبری کی میخواید که حکومت موقت باید به وجود بیاید؟ آیا یک چارچوب حقوقی در میان داریم تا حال ملموس باشه، نهایی شده باشه، یا فقط ترامپ است که اگر خودش بود این چنین یک طرح باید عملی شو، اگر نبود احتمالا خیلی با سادگی هم تغییر بخوره؟ بله، این گفت شما درست است از لحاظ حقوقی، از لحاظ حاکمیت قانون که چیزی که
همه چیز در هر فصلش وجود نداشته. بنابراین اونا میخواستن که این صلح امیال هم میخواهند که به کارنامه جمهوری خواه حفظ کنن برای انتخابات بعدیشان. ولی چون آقای غنی میفهمه که بایدن میایه و باید اگر من این کارت به دست جمهوری خواه نتون تا یک روی داشته باشم که بتانم با بایدن و گروپ از اینا از رای دیپلماتی خوبتر با بعد از گرفتن دادابستن های پیش برم. که مطمئنم باید آقا را بگویم که آقای خلیلزاد در موقفش خواهد بود و هیچ چیز از اینجا تکان نمی کنه. چون خلیلزاد از بخش دیگه که پروگرام گرفته باید این پروگرام بیاید. آقای نصرتی، مسائلی که مربوط به وقت میشه به وقت بگذاریم و واگذار بکنیم که زمان در این مورد چی مسائل را به یک واقعیت تبدیل میکنم. بیاییم به یک وضعیتی که امروز قرار داریم و این است که آیا یک چارچوب حقوقی که حکومت افغانستان را مستلزم بسازه، یک چارچوبه که حکومت افغانستان در داخل آن باشه و حکومت مکلف باشه که با این پروسه همگام و هم نوا پیش بره. اگر این چنین یک چارچوبه هست کدام است؟ اگر نیست، پس آیا فکر نمی‌کنین وضعیت تا کنون این گونه بود که ترامپ و تیم آقای خلیلزاد و پامپئو فقط فشار می آورد و یک نحوه می ترساند کابل را، و کابل هم در بعضی از موارد که می دید فشارها خیلی هم زیاد است، واشنگتن قهر میشد، ناگزیر یک گام می برداشت. مثلا آغاز مذاکرات بین الافغانی با این همین شیوه که خودشان خیلی هم خواستاری هم نبود، همچنان آزادی 5500 زندانی طالبان که قطعا حکومت افغانستان نمی پذیرفت. فکر نمی کنین که یک چارچوبی که حکومت را مستلزم بسازه در میان نیست و در این چنین یک وضعیت ما هیچ نوعی توقعی که منجر به یک صلح و یک نوع جرامت به اصطلاح یا معامله سیاسی میان طالبان و حکومت افغانستان شما نخواهیم بود؟ واضح. اول که خدمت شما جناب عباسی صاحب عزیز ابراز نظر کنم که ما اینجا جمع شدیم به خاطر که پیشبینی های خود بگوییم و چقدر ابعاد دیده میتونیم به ترتیب از اون. یکی مسئله از ایناست که گفتیم که اصلا ولی وجود ندارن، باید از بیرون. و از طرف دیگه منطق انسانی ها میگه که دو نفر جنگ میتونه، باید به یک منجی ضرورت است که باید حضور عینی پیدا کنه و اینا را خلاص کنه. در غیر از او اگر فکر کنیم که طالب میایه بالونگیش یا نکتایی آقای غنی را میزنه، باز زپالوی غنی ساز میشه، امکان پذیر نیست. یا ای که آقای غنی پس لونگیش یا میزنه در کنار طالب ها خاصیت باشد تحت پوشش از اونا کار کرد، فقط قربانی را بیانون. تداوم حکومت آقای غنی و چهار نفر خودخواهی دیگه پروژه‌ای کرد، اینا برایشان از خون ملت افغانستان و از سرنوشت افغانستان مهمتر است. برای اینا مهم نیست که 3 سال سر از این ملت چگونه تیر میشه. اگر آقای غنی بخواهد که یک قدم انسانی به خاطر وطن و شهدای وطن و حالا سوال اینجاست نصرتی صاحب، که سوالی که من مطرح میکنم، به عرض معذرت صحبت های شما را قطع میکنم یک بار دیگر، سوالی که مطرح است، آقای غنی ترحم بکنه، آقای غنی وضعیت درک بکنه، آقای غنی با طالبان صلح بکنه، آقای غنی این کنه اون کنه. سوال اینجاست که ما تقریبا 2.5-3 سال است تقریبا حالا که در همین برنامه مورد بحث قرار دادیم، ولی اساسا زمانی که یک بحث سیاسی است، آیا بعضی از راهکارهای سیاسی نیاز نیست؟ همچنانی که یادآور شدیم، آیا یک سند هست، یک راه و یک چارچوبی وجود داره که آقای غنی و تیمش را مکلف بسازه، مستلزم این بسازه که با این پروسه که تحت عنوان پروسه صلح افغانستان حالا یاد میشه همگام بره؟ اگر چنین فرمت نیست، چارچوبی وجود نداره، پس فکر نمیکنین ما میریم به ترکستان در نهایت؟ جناب عباسی عزیز، امیر برای وقتی که اینا از صلح پشتیبانی نکنن، یعنی صلح که به اثر اجماع بین المللی امی پولی که برای اینا داده شده، یک اجماع وجود داشته که برای اینا 12-13 میلیارد دلار برای 4 سال پیشنهاد شده. امی یک اجماع، خود ملل متحد در رأس از اینا یک اجماع. اجماع بین المللی است که صلح نیابتی را میاره. اگر برای از آقا بانه خوینا ما را میبره و مرایی که ترکستان است تاله را بردن، چون اقلانیت سیاسی وجود نداره. اینجا بحث شخصی خودشان است، بحث خیالات خودشان. سوالم اینجاست، مناپولی وجود داره، بحث‌های شخصی وجود داره، اجنده‌های برای مهار و انحصار قدرت وجود داره و سایر مواردی که شما یاد کردین. سوال خیلی روشن است فکر کنم جناب نصرتی صاحب، آیا چارچوب قانونی داریم
که حکومت بر مبنای آن مستلزم اجرا در پروسه صلح افغانستان باشه. یک مورد و یک سند وجود داره، اعلامی مشترک کابل و واشنگتن. آیا این همون سندی است که حکومت را مکلف می سازه و اجراعات در مطابقت با این پروسه یا نیست؟ اگر نیست پس چه فایده، ما کجا میریم؟ جناب عباسیر عزیز، فقط فشار بین المللی می توانه که منجر بو هم که یک اجماعی واقعی باشه. یا ها که به طبیق انداخته میره یک را داره که مطمئنن آمدن بایدن و نزدیک شدن با ایران، ایران سهم فعال میگیره به خاطر صلح افغانستان. اینجا بحث غنی و طالب نیست، اینجا دستای بیرونی است. در اتاق دیگه که باید به این صلح اشتراک کنن خارج از اینا هنوز او اتاق تکمیل نشده. وقتی که صلح نیابتی میگم، کشورهای زیدخل در قضایای سیاسی اجتماعی افغانستان در جنگ نیابتی بودن نه، و اونا میلیاردها دلار مصرف کردن و امروز هم در پشت از اینا تیت و پرک هر کدامش کار خودا میکنه مطابق به اهداف استراتژیک خودشان. ولی خوشبختانه اونا خسته است. آمدن بایدن نزدیک شدن با ایران است و ایران سهم فعال در کنار حکومت بایدن خواهد گرفت، برازی که این رابطه زود جور نمیشه به خاطر توافق الحاق دوباره امریکا با توافق برجام. مطمئن ایران یکی از کشورهای سخت به خاطر آوردن صلح در آینده خواهد بود. حالا ما یک اعلامیه مشترک داره. آخرین سوال خیلی مشخص بفرمایید جناب نصرتی صاحب. در اعلامیه مشترک گفتنی این است که اطلاعاتی که ما داریم، نخست متن این اعلامیه مشترک کابل و واشنگتن طوری بود که کابل باید اعتراف میکرد، باید میگفت که ما توافقنامه دوحه را به رسمیت میشناسیم و به تطبیق آن خود را مستلزم میدانیم. زمانی که این ورق و این متن به طرف کابل سپرده میشه، کابل تغییراتی را میاره و تغییرات چنین است که حالا هست. ما از این توافقنامه آگاه هستیم و همچنان دولت افغانستان و همچنان واشنگتن مواردی را که رد و بدل کردم. باورها این است که چندان یک موقعیت و یک موقف سیاسی مهم نداره و هر زمان هر دو طرف میتونه به نحو خودشان تعبیر بکنه و همین است که این پروسه نمیره پیش و ما شاید یک پیشرفت ملموس نیستیم. در کل اگر این چنین باشد، فکر نمیکنین قبل از همه موارد با در نظر داشت مواردی که شما یاد کردین افغانستان چنین وضعیت دارد، دستای خارجی و داخلی و غیره، ما آیا یک چارچوبه داریم که بالاخره منتظر و متوقع یک نتیجه ملموس باشیم مثبت که منجر به یک صلح میان دو طرف باشه؟ تشکر سید. با زبان بسیار ساده بگویم خوبتر است. عبارت از ایست که جنگ و صلح افغانستان یک قطبی حل نمیشه که دولت امریکا با پاکستان بیایه و برای از اینا چیزی بده و کلی چیز در سطح منطقه حل شود. مطمئنن جنگ افغانستان و صلح افغانستان با مشارکت تمام کشورهای زیدخل در قضای جنگ نیابتی. حالا جناب نصرتی، فکر نمی کنم کشورها در منطقه و جهان میگه ظاهرن که هر دو طرف باید آشتی بکنه، ولی اینجا دو طرف است که خواستهایشان با یکی دیگر ربط نداره و تلاشهای سیاسی جریان داره به خاطر انحصار قدرت و غیره. ما نداریم یک سند در کل. با این موافق هستین که کابل را مستلزم و یعنی در نهایت از لحاظ حقوقی مجبور بسازه که با این راه پیش بره؟ اگر این سند بوده باشه که کشورهای منطقه مثل که با طالبان کشورها با شمول شورای امنیت ملی قراردادشان شد با امریکا، اگر این چیز در افغانستان که شکل گرفته برای بین امریکا و کابل، اگر تمام کشورها با شمول ملل متحد در اینجا شریک بوده باشه، مطمئنم خود زمین یک سند حقوقی است. اگر نه که نباشه، یک سند باشه که یک جانبه بین امریکا و هیچ جای اون سند حکومت افغانستان مکلف ندانسته شده. خب بازم گفتم یک قطبی است. صلح افغانستان یک قطبی آقای عباسین عزیز حل نمیشه تا که کشورهای زیدخل در این قضایا کلش دور همجمع نشن و برن به طرف یک هدف مشترک و نجات مردم افغانستان. تشکر جناب نصرتی صاحب. وقفه اخلو تر وقفه روز تا مؤسسی باز داده چه واقعا پا افغانستان که چلور دوله جوړښتونه لیدل کیږي. احزاب د پخوانی حکومت چارواکی او نور سیاسیون، طالبان چې د جګړې اصلي لوری دی، حکومت چې په دې برخه کې دخیل دی او په ورته حالت کې هغه کسان چې ځان
بی طرفه په قضایاو کې بولی او په دې برخه کې بلاخره همدا نهایي جوړښت دی. د نړیوالو خپل کار خو د افغانانو ترمنځ به څه کیدلی شي او د حکومت دننه د ملي مصالحې د شورا تر نامه لاندې جوړښت که چیرې د سولې پروسه نه وي د دې جوړښت به راتلونکي څنګه کیږي؟ طبعا آیا باور دا کیدلی شي چې ډاکټر عبدالله به ډېره انرژي او وخت په دې ضایع کوي او دې ته به یې وقف کوي او حکومت به په مقابل کې هماغه ډول چې پریشکونه موجود دي د واک د پوره کولو په لټه کې وي او د دوی راتلونکی اجنډا وي؟ که چیرې واقعا تر اوسه پورې د ملي مصالحې شورا تشکیل نه دی بشپړ شوی نو ډاکټر عبدالله کوي څه او بالاخره دا پروسه به څنګه پرمخ ځي؟ په دې تم کیږو، راسره پات شئ تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. له دوحې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځینې غړي کابل ته راغلي دي او داسې ښکاري چې ارګ اوس مخالفت کوي له هغو توافقاتو سره چې دوی دوحه کې د پرمختګ په یادولو سره له طالب لوري سره کړي دي. د دغه ټیم ځینې غړي اوس کابل کې وایي د ارګ مخالفت نشي کولای د پرمختګونو مخه ډپ کړي. دوه حکومتي جبهې یو ځل بیا په یو متفاوته موضوع کې د یو بل پر وړاندې آیا ښکر په ښکر شوي دي او که څنګه؟ آغلی بارکسی، د سولې یا مصالحه عالی شورا ډاکټر عبدالله او هخواته ارګ، د ډاکټر عبدالله هڅه ګمان دا کیږي چې دا به وي چې د سولې پروسه کې پرمختګ وشي تر څو د دې شورا موجودیت ملموس وي. خو په دې شورا تر اوسه نیوکه دا ده چې تشکیل یې نه دی اماده کړی. ډاکټر عبدالله په هوا کې لګیا دی، ټول اقدامات کوي. دغه موضوع ته څنګه ګورئ؟ مننه. زه مخکې له دې نه چې دې پوښتنې ته جواب ورکړم، یو بل مورد تاسو څو ځلې پوښتنه وکړله، په هغې باندې غواړم وغږېږم. افغانستان کې حتی چې تاسو د دوحې موافقتنامې ته هم کتنه وکړئ او د ژنیوا کانفرنس پایله کې هم دا ویل شوي چې افغانستان سره د مرستې د حکومت سره او د سولې توافقنامې یا د سولې موافقې نه وروسته حکومت او دولت سره ځي. تاسو څو ځلې حقوقي چارچوب پوښتنه هم وکړله. بلکل. د افغانستان د قانون په اساس باندې لارې شته چې اوسنی حکومت خپل کار ختم کړي، بیرته انتخاباتو ته به ځو، چې هغه کې استیزا د رئیس جمهور راځي، ډېر نور شیان پکې راځي. مګر متاسفانه په افغانستان کې یوازینی شی دی چې کتنه نه کېږي هغه قانون دی. او بیا تر ټولو مهمه اساسي قانون، کله چې د دې ګټې پکې وایي چې نه یې بیا نه وایي. نو زه فکر کوم په بین ملي سطح باندې سند شته چې افغانستان حکومت هغه منلی، اوس که پرې عمل کوي یا نه کوي هغه بله خبره ده. دا سند کوم یو دی په مشخص ډول؟ یعنی د دوحې تړون ګډه اعلامیه که اوس د ژنیوا د کانفرنس لمن لیک تړون دی چې په هغه کې تلویحا دې ته اشاره شوې، او دویم په د ژنیوا کانفرنس کې، ځکه چې هر هغه هېواد چې خپل امریکا خو خپل شرایط یې واضح ویله چې د سولې پرمختګ او دې شیانو سره بیا دا مرسته وشي، مګر دا ټول شرایط چې د مرستو لپاره ویل شوي هم اوسنی حکومت او هم هغه حکومت چې د سولې موافقتنامې نه وروسته رامنځته راځي، هغوی به هم د راتلونکي څلور کلونو کې چې کوم مرسته چې افغانستان ته کیږي دوی به هم ځان د هغې شرایطو په منلو او عملي کولو به ملزم ګڼل، مکلفیت بي. او هېر هم نشته په افغانستان کې ستاسو د بینالمللي مرستې ورنه قطع کوي. متاسفانه هغسې فکر هم نشته چې نن راشي افغانستان ډېر په سادګۍ کولی شي خود کفایي هېواد اوسي، مګر متاسفانه چې زموږ سیاسیون او جنګسالاران نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي. زه نه غواړم هغه د فساد برخې ته اشاره وکړم یا سیاسي تعهد برخې ته اشاره وکړم. راځم ستاسو د پوښتنې اصلي جواب ته. څنګه چې تاسو وینئ د سولې په اړه باندې مختلف ادرسونه شته. سولې وزارت د سولې د مذاکره پلاوي چې اوس هلته دوحه کې ناست دی، د سولې عالي شورا چې صرف رئیس معلوم دی، باقي نور دا شورا اصلا حضور نه لري، د سولې او مصالحې هغه عالي کمیسیون چې اوس هم په حقیقي صورت باندې یا حقیقي شخصیت کې شته مګر فعالیت نه لري. یعنی حداقل اوس لپاره څلور رسمي جوړښت د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د سولې خبرو اترو لپاره شته. او هېر هم نشي چې کومه موافقتنامه چې د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ امضا شوله
پاگه که واضح ویلشی بود چی دا ده سول پروسی واقع به سول عالی شورتا ورکول کی گی چه مشوره به دکتر عبدالله او دوی به نهایی تصمیم ده سول پا حکل نیسی پا عمل که چه ده سول خبری اتری پیل شولی او ده موقت حکومت مسائلو بنده خبری راغللی نو ده آقا وقتو چه ده دکتر سی باشرف غنی تیم لکه چه وست ده سول پا خبری اترو که فکر که چه هر شد دوی باید اوکره و نکی مگر اوس دیر ناوخت ده زکت پا اول که دوی هر شد اوکره اوکره لی او که دهش پای که دوی موقت اداره تا هم زن تسلیم که زکت ده متاسفانه ده هم جمهوریت افغانستان موضوع و مشکل حلوائیسی چه دوی غوانی او نه هغه رقم امارت و ده افغانستان سکون یعنی ده موقت حکومت ده تشکیل مسئلات روس یو خوندی او مسئول آپشن ده چه تاسی بینه ده ده ترسنگ رازو اصلی مسئله تا یو علت که روخانه کو بیا به مخی اولاد شو ولی ده مصالحه علی شورا جوڑخت او تشکیل نپوره کی دل تستون زد سده دا باید دکتر سیب عبدالله جواب ورکی او دکتر سیب اشرف غنی ځکه چې په پرنسیپ کې دا شورا منل شوی یو لست باغه کې اول دا لست غړي ویل چې مونږه اعلان نه درلوده اکثره بایکاټ وکړو او مونږ د سولې پلویان یو طرفداران یو مګر نه غواړو په دغه رقم باندې په دغه شورا کې غړیتوب ولرو صحیح یعنی دا څلوري ساعته دغه شورا نه تیر نه شو چې دوی خپله خبره بایکاټ اعلان تر بیره پر دې چې ویل کېږي چې دغه شورا هم ټول د افغانستان هغه سیاسي آزاد فکرونو ته پاملرنه نه کوي صرف د قدرت د چوکاټ له لحاظه او د دې ستاسې لومړۍ پوښتنې سره اوس رابطه ورکوو که چېرې ډاکټر عبدالله په دې نه توانېږي چې یو دیرش تر څلوېښت کسیز تشکیل د دې شورا پوره کړي نو څنګه دغه سیاسي توافق له مخې له دې شخص توقع کولی شي د افغانستان خلک چې دوی به د سولې پروسه رهبري کوي او په دې برخه کې هغه ډول چې سیاسي توافق موجود دی هغه ادعاوې به دی عملي کوي تناقض د ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غني په لیدلوري د سولې په پروسې باندې ډېر ژور تا خبره تاسو عدم توافق د نظر لیدای شي مختلف نظریات لري د بېلګې په ډول باندې ډاکټر صاحب اشرف غني وایي د افغانستان اساسي قانون زور باندې ډیل نه کوم معامله نه کوم اماس را کرښه ده ډاکټر صاحب عبدالله وایي د مذاکره میز په سر باندې د اساسي قانون نیولې بل هر څه پورې موږ آماده یو چې تاسو سره خبرې وکړو یعنی د دې دواړو کسانو اختلاف تر ننه پورې حل شوی نه دی که څه هم هغه سیاسي موافقت نامه امضا اوس راځو د ډاکټر عبدالله دغه حقوقي او حقیقي حیثیت ته زه فکر نه کوم چې دا به ډېر ستونزمنې چې څلوېښت یا شپېته کسان سره یو ځای شي خو هر هغه شورا اعلانېږي اوم زیت ضرورت لري اوم کېدای شي مالی امکانات ته ضرورت ولري اوم سیاسي صلاحیت ته ضرورت ولري ډاکټر صاحب عبدالله وایي تاسو یو بل پروګرام کې هم تاسو ټلویزیون سره ویل چې اوس لپاره دې باندې کفایت کړی چې سیمې او هېوادونو ته سفر وکړي او د چا خبره هغه پرموټ کول د خپل سیاسي راتلونکي موقف لپاره او په دې سفرونو کې ښه کافي کالي هم بدلېدلی شي سټایلون هم بدلېدلی شي دې اړخ ته راوبه ګرځو دې ته چې څومره دا تطابق لري څومره یو بل سره لامس لري که چېرې واقعا د مصالحه عالي شورا تشکیل نه جوړېږي له سیاسي اړخه داسې یو حالت چا رامنځته کړی او دا د چا په ګټه په آخر د ورځې کې تمامېږي یو مسله به هم ورسره اضافه کوو چې د مصالحه عالي شورا وایي تر اوسه پورې دوی ته بودجه نه ده ورکړل شوې مالی وزارت په دې هکله ځواب ډېر روښانه دی هغه وایي چې په یو قانوني چوکاټ کې د مصالحه عالي شورا په نامه تر اوسه موږ ځانګړې بودجه نه لرو خو بیا هم یو فیصدي ورکوو تر څو مامورین یې خپلې عاشه وکړي مخکې ما تاسو ته اشاره وکړله د بودجې موضوع ده او د سیاسي صلاحیت څوک دا واک صلاحیت ورکړی کله چې هغه موافقتنامه د ولسمشر له خوا څخه او ډاکټر عبدالله له طرفه امضا شوله دا په دې معنا باندې ده چې یو حقوقي سند حداقل د ولسمشر له خوا څخه آماده شو صحیح او دا چې نه تطبیقېږي په دې نه تطبیق کې هم ولسمشری ماڼۍ او هم ډاکټر صاحب عبدالله دواړه پکې پړ دي ډېر څوک مسؤول دی یعنی ډېر څوک نه غواړي دغه کارونه همداسې ټکني پاتې شي او یو نتیجې ته ونه رسیږي دواړه برابر او مساوي زه ځکه دواړه وایم اول ډاکټر عبدالله دغه موقف او دغه پوزیشن یې ومنله د ځانګړي واکونو سره هغه چې تاسو داسې یو واک لرئ او هغه هم یو ولسمشر د هېواد تاسو ته یې درکوي دا چې تاسو خپل واک نه استفاده نشئ کولی دا په دې معنا باندې ده چې تاسو کمی ده بیا نو که سړی خپل واک خپل موقف نه استفاده نشي کولی استعفا دې ورکړي ډېره زیاته مننه کوو په دې هکله څومره اماده دي دا د استعفا ټکی چې
په حکومتونو جنجالونه کې پر ریاستونو اکتفا کیږي، دا به نو څنګه د ډاکټر عبدالله نه یو وړ توقع وي؟ خیر، په دې اکله نور مسایل به راتلونکي کې اوس به راشو. مشخص اته دقیقې وخت لرو، البته یوازې شپږ دقیقې وخت لرو، درې دېرې دقیقې به وویشو. که چاته وخت کم رسیدلی بخښنه غواړم. نظري صاحب، دیدگاه شما را میخوایم من حیث یک نتیجه داشته باشیم. اگر حکومت باز هم مانند شش سال گذشته در هر مورد، بخصوص حالا موضوع مهمتر که صلح برای مردم افغانستان است، در دو راه مختلف قدم بگذاره و توحید نظر وجود نداشته باشه، فکر میکنین در آخر روز زمانی که ما میخوایم نتیجه بگیریم از مذاکرات میان افغان ها، آیا در آن صورت این دوگانگی ها در درون حکومت میتونه منجر به یک نتیجه ملموس شود؟ در صورتی که این دوگانگی تداوم داشته باشه، من فکر میکنم که هر دو طرف بازنده خواهد بود. شما فراموش نکنید که کارگردان اصلی تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان هنوز ایالات متحده آمریکا است و گفتمان مسلط و غالب هست که حتی چارچوبای حقوقی را مفصل بندی میکنه. بنابراین در چنین من فکر میکنم که بیشترین سود را مثل که تا حال را طالبا برده، اونا خواهد برد و امتیازات بیشتر را آمریکایی ها و طالبا اعطا خواهد کرد. در صورتی که باز هم اختلافات مثل دوره حکومت وحدت ملی تداوم داشته باشه و اینا نتانند یک سند جامع راهبردی را تدوین بکنه که بر اساس او در واقع پروسه صلح افغانستان مدیریت شود، در غیر از صورت من همچنان تاکید میکنم که این ایالات متحده آمریکاست که منافع استراتژیکشان ایجاب میکنه که باید صلح در افغانستان تامین شود. آمریکایی ها برنامه های کلان استراتژیک را در آسیا پاسیفیک داره. فعلا برای آمریکا آنچه مهم است که چطور بتونه قدرت رو به افزایش چین را در سطوح بین المللی مهار بکنه و چینی که امروزه قدرت اقتصادی خود را به قدرت نظامی پیوند زده و در واقع هژمونی ایالات متحده آمریکا را در موارد به چالش طلبیده. بنابراین اینا بحث های اصلی آمریکا خواهد بود. آمریکایی ها میخواهد از قضایای جزئی افغانستان و ایران دو بخش تقسیم کنیم. جناب نظری صاحب، عرض معذرت، دو طرف، یکی شورای مصالحه است که دکتر عبدالله رهبریان را به دوش داره، تشکیلش تا هنوز مشخص نشده. از سوی دیگر هم ارگ ریاست جمهوری که دکتر غنی است و یک بار دیگر هم تیم دکتر عبدالله متهم میسازه اونا را که یکتازی میخواین بکنن، مناپولی داشته باشن و انحصار و غیره موارده. و اگر در عین حالتی که اینجا زد و بند در درون حکومت جریان داشته باشه، ارگ ریاست جمهوری هم هر سن نداره، هر مورد پیشرفتی را که جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا داشته باشه پیشرفت مطرح کرد در ژنو که خانم بارگزه به او اشاره داشتن، همچنان اعلام مشترک با ایالات متحده آمریکا کابل داد و موارد دیگری که من حیث موارد به وجود میاد که در این پروسه باید ارگ ریاست جمهوری نقش خود را ایفا کنه، ولی تعبیرهای حکومت در آخر روز به گونه دیگری است، طوری که دو معاون رئیس جمهور میگه که ما موافقت نامه دوحه را رسمیت نمیشناسیم، اعلامیه مشترک ما متحد نیستیم با عملی ساختن آن چیزی که در این پروسه آمده، و همچنان حکومت افغانستان در رأس رئیس جمهور غنی بر این تاکید داره که باید یک چارچوب متفاوت تر برای پیشبرد مذاکرات میان افغان ها وجود داشته باشه. آیا فکر میکنین با این شکل حکومت میتونه یک بازی حقوقی به شکل به خاطر به دست آوردن مونوپولی انجام بده یا نه به بیراه میره؟ خب متاسفانه فقدان اجماع نظر سیاسی طی دوره های مختلف از جمله در این حکومت موجود همچنان مشاهده پذیر هست و در واقع همین مسئله باعثی شده که همونطور که شما اشاره کردین هنوز تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی شکل نگیره و این نشان میده که در واقع افغانستان فاقد یک سند جامع هست در ارتباط و تا زمانی که ما با یک نقشه راه کامل حرکت نکنیم، من پیشتر اشاره کردم که در اون صورت ایالات متحده و قدرت های همسو با آمریکا برای افغانستان تصمیم خواهد گرفت، یعنی اونا برای ما به جای ما تصمیم میگیره. بنابراین خوب است که ما با عقلانیت سیاسی اختلاف نظرهای خود حل بکنیم و در نهایت بتانیم با یک سند و یک چشمندازی وارد این پروسه شیم. حکومت افغانستان همیشه انتقاد داشته که
ایالات متحده دو مشکل داره، یکی وقت تمام است و دوم مایک شما مشکل داره، یک ضربه بیرونی داره با خود. به هر حال سپاسگزار هستیم و دو دقیقه وقت داریم. برز معذرت جناب نصرتی صاحب که وقتان گرفته شد. دیدگاه شما چی است؟ خانم بارکزای به مسائل اشاره داشتن و سوالی که با شما بارها مطرح کردیم، اونا گفتن که سندهای وجود داره، راههای حقوقی هست که من حیث یک فشار روزی که نیاز شد بالای ارگ ریاست جمهوری وارد خواهد شد. دیدگاه شما؟ دقیق است. قسمی که بارکزای عزیز فرمودن، اولین سند امیست که اینا مسئله امکانات مالی که داده شده و روی توافقات داده شده که باید به او پابند باشه. مسئله قانون اساسی رو گفتن که ما خب میبینیم قانون اساسی نیست. اگر سلب اعتماد بتانن از لحاظ پارلمان قوی با موجودیت یک پارلمان یک دست این امکاناتش است که صورت بگیره. در ارتباط نام نواستم با محترم بارکزای عزیز. حالا در کل اگر ما به همین سندهایی که در اختیار داریم و موقف ارگ ریاست جمهوری هم تغییر نکنه، آیا فکر میکنین جامعه جهانی در نهایت در مورد تیم آقای غنی و ارگ ریاست جمهوری که موقف علیه دیدگاه داره که بسیاری فکر میکنه اجماع منطقوی، اجماع جهانی و هماهنگی در میان وجود داره، ولی ارگ ریاست جمهوری به نحوی تلاش داره که با اجندای خودشان که بارها تذکر یافته پیش بره، با این شکل آیا جامعه جهانی میتونه از حکومت افغانستان نظر به خصوصا توافق اخیری که من حیث پیش شرطا ده مورد تذکر یافته بود در کنفرانس ژنو بالای حکومت افغانستان به خصوص آقای غنی فشار وارد کنه؟ خیلی کوتاه. تشکر. اول از دیدگاه ما که زاویه‌های پنهانیش از ظاهر نمیبینم، بلکه اجماع نه منطقی وجود داره نه بین المللی وجود داره. اگر شما دیدین که هند به تاریخ خودش این دولت حمایه میکنه، ایران حمایه میکنه و طرف دیگه پاکستان اینا بر علیش است، این اجماع را دیگه اگر میگن وجود داره خو اشتباه است. بنان تا که اجماع به وجود نیاید به این شکل اینا پیش میرن و قربانی را مردم در دیدی افغانستان. سپاسگزار هستم جناب نصرتی صاحب، آقای بارکزای او جناب نظری صاحب چې په دې پروگرام کې ورا سره وانډه واخسته. کور مودان لیدونکو له تاسو هم په مننه دا پروگرام رانغاړو. تر بیا.